بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در القاب و ویژگی های حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بود. یکی از مناسب اون حضرت بگوییم، یکی از القاب اون حضرت در روایات ما و در زیارات ما این است که مانند اجداد طیبینش وجه الله است. خدای متعال ذاتش که صورتی ندارد، او صورت آفرین است. اگر کسی معتقد باشه خدا صورتی دارد و جسمی دارد، کافره، مشرکه، خدا را نمیشناسد. او مصور و صور است. هو جسم الاجسام فلا جسم له، هو عین العین فلا یقال له عین، هو کیف الکیف فلا یقال له کیف. خدا منزه است از اینکه مکان داشته باشد، زمان داشته باشد، صورت داشته باشد، جسمی داشته باشد، دستی و پایک، این که مسلم. ولیکن خداوند خلیفه ای بر زمین قرار می دهد که البته جسمی دارد، خلیفه ای قرار می دهد که وجه خدا بر زمین است، یعنی روی خدا در زمین است. هر که می خواهد به خدا بنگرد، به او بنگرد. نگاه به این وجه الله عبادت است. کاری داشتی باید به او بگی وجه الله، سفیر الله، خلیفت الله. اطاعت از او اطاعت از خداست، نافرمانی او معصیت از خداست، سخن او سخن خداست چون لسان الله است، بیان او بیان خداست، امضای او امضای خداست، فعل او به امر حق است. از روی هوا سخن نگوید، وحی است هر آنچه او بگوید. امام جایگاهش اینه، وجه الله است. و اگر کسی به این وجه الله متوجه نبود و رو نکرد، گویا به خدا رو نکرده است. کسی که او رو قبول نداشت، خدا رو قبول نداشته است. کسی که معرفت به او نداشت، معرفت به خدا نداشته است. و بر او نمرده به فتوای من نماز کنید، مرده است به مرگ جاهلی. من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. کل شیء فان، هر چی بر روی زمین هست همه چیز در فنا و نابودی است. هر که آید به جهان رنگ خرابی دارد، همه چیز فرسوده و کهنه و مرده می شود مگر وجه خدا. وجه خدا کیان؟ اهل بیت فرمودند ما وجه خداییم. اهل بیتند که کهنگی ناپذیرند، اهل بیتند که نمی میرند، جسمشون از دنیا می رود، انکه میتون و انهم میتون. اما والعلماء و باغون، علما باقیان، چه برسه به عین علم، چه برسه به چشمه علم، چه برسه به حقیقت علم، به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. نام اونها ثبت است بر صفحه تاریخ تا ابد. اینها وجه الله باقیند و عزیزند و وجه خدای ذوالجلال و الاکرامند. هم باقیند، هم در عین جلالت و کرامت باقی خواهند ماند. وجه اللهند. و چون وجه خدایان، خدا میفرماید هر کسی میخواهد به من متوجه باشد. متوجه یعنی چی؟ یعنی هر کسی میخواهد رو به من بکند، باید به این اهل بیت رو بکند. اینا باب حتن. باب حته چیست؟ در بنی اسرائیل یه درگاهی موسی قرار داد، گفت هر کسی از این درگاه رد بشه شامل مغفرت و آمرزش خدا خواهد بود. باب حته این امت فاطمه و فرزندان فاطمه اهل بیتند. هر کسی به روی اینها، به سوی اینها رو کرد و از در خانه اهل بیت عبور کرد و وارد شد، آمرزیده می شود. و من دخله کان آمنا. اینها باب اللهند، باید از این در وارد شد و بس. خب، یکی از القاب حضرت ولی اصلا مانند اجداد طیبینشون امام حسین هم وجه اللهند، امام رضا هم وجه اللهند. از القاب ولی اصل در زیارات و در روایات این است که وجه الله است. اما دقت کنید، کسانی سر در آخر این دنیا دارند و غرق مادیت و شهوت عمر رو میگذرانند، یعنی زندگی حیوانی اونها که هیچ. کسانی هوس معنویت دارند یا هوس سیر و سلوک دارند، هوس قرب الله دارند، میخوان چیزی بچشن. اونهایی که سری در معنویت دارند و هوای سیری و سلوکی و هوس قرب الهی، خب اینها میگن که بالاخره رهچنان رو که رهروان رفتن، ما بریم یک راه رفته ای پیدا کنیم. و هر کسی دنبال یک چیزیه، مثلا آیت دارم این که عیاشه دنبال این است که رقاصخونه دنیا کجاست و بهترین رقاصه کیه. اون کسی هم که دنبال خداست، دنبال اینه که ببینه نزدیکان خدا و دوستان خدا کیان، بره به اونها نزدیک بشه، شاید بویی استشمام کنه و بویی ببره از حقایق و از دقایق
معرفت و حکمت. اونها رو معمولا میگن اولیاء الله، کسانی بودن. آیا هستند؟ بله. آیا بودند؟ بله، کسانی بودن انصافا از اولیاء خدا بودن. البته اهل بیت فرمودن ان ولینا ولی الله، هر کسی که ولی حقیقی ما باشد، شیعه حقیقی، نه مثل بنده که اعمال زشتمون و اعمال خوبمون و قرقاتیه، جفت بدحالان و خوشحالان شویم، نه، افرادی هستن که سرتاپا منزهن، با تقوا هن، با خدایان. اون اولیاء الله هستن؟ بله. علامت اون اولیاء الله چیه؟ اگر من به یک کسی رسیدم و گفت تو جیبت مثلا الان چیه، تو فکر چی میگذره، این از اولیاء خداست؟ نه، شاید چهار تا ریاضت شیطانی کشیده باشه. بگی اگر یه چیزی رو گم کردم، چیزی کسی رفتم گفتش که اون چیزی که گم کردی الان فلان جاست، دست کیه یا کجا افتاده، این ولی خداست؟ نه. اگر یه کسی رو دیدم به من گفت آقا دیروز شما همچین گناهی کردی یا همچین کاری کردی یا همچین ثوابی کردی، این ولی خداست؟ نه. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. بسی در هند هستن افراد مرتضی و در جای دیگر دنیا ریاضت هایی میکشن، اونم روشی داره، عمده ای روش هم یک کلمه است که الان نمیخوایم بگیم. یه کارای انجام میدن، یه چیزی کارای اینجوری بهشون میدن، یه نخود کشمشای خدا در دنیا بهشون میده به خاطر این زجرها و رنج هایی که بر تنشون و روحشون وارد کردن، یه چیزایی بهشون میدن خوش باشن، خوش باشن. معنویش هم هست؟ بله بله. گاهی یک شخصی بر سر این که مشغول عبادت و ریاضت و چشمش پاکه و خوراکش پاکه طیبه، ممکنه چیزایی ببینه. مرحوم آقای شیخ مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه از وعاظ فرهیخته و زاهد و متقی و پارسای مشهد به من میگفتن که در ایام جوانی و طلبگی که استادمون مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بودن، نشسته بودم در درون خانه قرآن میخواندم، مشغول قرآن خوندن بودم، سلامو بلند کردم، توی خونه نشسته بودم، دیوار در همه چیز هست، دیدم به چشمم یعنی دیوار برام رفت کنار، دیدم که استاد ما میرزا مهدی اصفهانی دارن میان منزل ما. قرآن رو گذاشتم کنار به استقبال ایشون رفتم، ایشون تا اومد در بزنه من دار باز کردم گفتم بفرمایید، ایشون لبخندی زد گفتش که خب پس چشمت میبینه از پس دیوار، اون استاد این کار بوده دیگه. گفتم بله الحمدلله. مردان خدا پرده پندار دریدن. خب من از کجا تشخیص بدم؟ جعلیش زیاده، حقیقیش هم هست و کمه. اسکناس جعلی هست، اسکناس حقیقی هم هست. در وادی این وادی که عرض میکنم از کجا تشخیص بدم این راست میگه؟ یکیش جن داره، یکیش اجنه شیاطین بهش میگن، یکیش ممکنه رفیق جن هم باشه اما اجنه خوب، مثلا فرزندان زفرجنی رفیقش باشن. از کجا تشخیص بدم بین شیادش و بین عبادش، بین شیطانیش و بین روحانی و معنویش، بین دروغینش و بین حقیقی و راستینش، کجا تشخیص بدم؟ بعدم که خب میدانید مردم واقعا این چنینن، یعنی یارو آمده حرم امام رضا، متوسل به حرم امام رضا، میبینه امام رضا یه کوری رو شفا دادن، یه فلجی رو میریزه، لباس اونو پاره پاره میکنه، خواهد امام رضا بخواد دیگه، همون امام رضایی که به اون توجه کردن به تو هم میتونه توجه کنه. الان این آقایی که میری لباس رو پاره پوره میکنی که امام رضا شفاش دادن، خب خود زری امام رضا که اینجاست، زری امام رضا رو زورت میاد ببوسی که چهار نفر دورشن. از کجا تشخیص بدم؟ مردم هم ساده، یعنی یک کسی که یک کار خارق‌العاده ازش سر بزنه، فوری مردم ساده دل مخصوصا طایفه خانم‌ها مریدش میشند و عجیب و غریب. طرف یه مقدار شیاد باشه میتونه دینشون رو ببره، ازشون بهره جویی های مختلف و سوء استفاده های مختلف مادی و معنوی و همه جور میتونه برشون سوار بشه. مردم بیچارن چون ندیدن حقیقت را افسانه زنن. خورشید نیست بر کرم شب تابی ممکنه دل ببندن. چشمه ماء معین علم اهل بیت و بئر معطله امام زمان در غیبت است، به هر سرابی دل می‌بندن. من حالا این وسط اگر می‌خوام، بالاخره خوب نیست دوستی با اولیاء خدا؟ چرا؟ حضرت عباسی جوانها، اگر بتوانید کسی از اولیاء خدا را پیدا کنید و از خدا بخواهید که با او رفاقتی پیدا کنید و انسی داشته باشید، عجیب مؤثر رفاقت با اولیاء خدا در تزکیه انسان و تربیت نفس انسان، خیلی مؤثر.
حتی دیدنش مؤثره، دیدن حرکاتش و سکناتش مؤثره. خدای رحمت کند مرحوم مولوی حسن قندهاری را در همین مشهد، از مردان خدا بود. همین آقای میرجهانی که عرض کردم از مردان خدا بود. دیدن اینها خودش آدم سازه و در تربیت انسان مؤثره. خدای بیامرزد استاد ما را می‌فرمود آدم ندیدید، آدم باید ببینید. آدم همون انسانی که یافت می‌نشود جسته این ما، که انسان درست عبادتش چجوریه، نمازش چجوریه، حرف زدنش چجوریه، خورد و خوراکش چجوریه، اینا رو آدم میبینه میفهمه که چقدر فاصله داره و مؤثر. از کجا تشخیص بدم که یک کسی واقعا از اولیاء خداست نیست؟ دقت کنید، اگر کسی رو دیدید 100 تا کرامت داشت، تو نمازش از اول تا آخر اوه اوه گریه کرد، ابو حمزه خون، داد زد، نزد، گریه کرد، اشک ریخت، این ور زد، اون ور زد، همه چیز داشت، همه چیز داشت، نماز آنچنانی داشت، تزهدی داشت و ساده زندگی میکرد و میخواست نشونم بده که ساده زندگی میکرد. من بگم این از اولیاء خداست. یه ملاک اینجا هست. عین وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء. اگر میبینید کسی 100 تا کرامت داره، 100 تا عبادت داره، 100 تا خضوع داره، هر چی که شما میگی، بکا یا اشکی، اما میبینی بوی امام زمان نمیده، میبینی از امام زمان صحبت نمی کند، میبینی مردم رو به سوی امام زمان توجه نمیده، به خود میخواند، دعوتت نمی کنه برای فرج امام زمان دعا کن، دعوتت نمی کنه که به امام زمان، اصلا از دهان او نام امام زمان نمی شنوی، معلوم میشه که در او خبری نیست، معلوم میشه که او اولیا از اولیا خدا نیست. دعای ندبه میفرماید کجاست اون وجه خدایی که اولیاء خدا متوجه اویند. پس اگر یک کسی میگه من از اولیاء خدایم، یا مریداش میگن از اولیاء خداست، اما بوی امام زمان نمیده، یعنی بیچارگیه دیگه. بد نیست امشب عرض کنم، دیشب نه، 3-4 شب پیش در همین محفل بعد از مجلس، کسی از رفقای طلبه، از جوانان فرهیخته نوخاسته معمم به من گله میکرد، میگفت آقا من چند سالیش میرم در مثلا بعضی جاها با برخی از رفقای طلبه میریم به تبلیغ، منبر میریم در برخی از مناطق، و من عهد کردم و دوست دارم، عشقم اینه که هر جا که میرم تبلیغ از امام زمان صحبت بکنم، فواید دعا برای امام زمان، علت غیبت، نمیدونم طول و عمر، تمام مسائل مورد تعلق به امام زمان، چون زیاد صحبت میکنم از امام زمان متهم شده. همونایی که با من آمدن به تبلیغ، معممن، رفقام، دیگران و مردم میگن آقا شما چطوره که مثلا همش از امام زمان صحبت میکنید، شما فلان گروهی هستید؟ میگم نه آقا، به حضرت عباس. این خیلی بده واقعا در جامعه ما. یعنی چی؟ یعنی شخص بترسه که زیاد از امام زمان صحبت کنه؟ این بد نیست؟ این آر نیست؟ یه جای کار نمی لنگه؟ آقا من چی کار دارم به حزب و گروه و نمیدونم انجمن و منجمن؟ نشان قرب این است که هر کسی از امام زمان، بیشتر به امام زمان متوجه باشید، به خدا نزدیک تری، بیشتر متوسل باشید به امام زمان، نزدیک تر به خدا میشید، بیشتر از او دم بزنید، هر چه محبت امام زمان در دل شما بیشتر و شعله ورتر باشد، ایمان در دل شما بیشتر است. ایمان به جز از حب علی مایه ندارد. یا علی حبک ایمان. علی زمان حجت ابن الحسن است. اگر یک کسی در دلش محبت امیرالمومنین امروز 1,000,000 بوده، سال بعد 1,000,000,000 باشه، این خوبه یا بده؟ اللهم زد فی قلبی محبت امیر المؤمنین، یا رب به دلم مهر علی افزون کن. هرچه محبتت به امیر المؤمنین بیشتر باشه، قربت تو الی الله بیشتره.
بیتابتر و مشتاقتر به علی اگر باشی، که من مشتعل از عشق علیم، چه کنم؟ نه به شعر، نه به شعر عزیز من، به حقیقت. هر کسی که محبت امیرالمومنین بیشتر داشت، ایمانش بیشتره، تقواش بیشتره، پاکتر میشه. اصلا طریق تزکیه نفس افزایش محبت علی و اولاد علی در دل انسان. علی زمان امام زمان است، بدون هیچ کم و کاستی تمام کمالات علی ابن ابی طالب به تمامه به عینه در او هست، بلکه تمام کمالات اجداد طیبینش. رسول خدای مجسم است و همه انبیا. در زمان امیرالمومنین هر که از علی بیشتر دم میزد و او بالاتر بود، هر که به امیرالمومنین ارادت بیشتری داشت، اطاعت بیشتری داشت، مودت و محبت بیشتری داشت، او درجه ایمانش بالاتر بود. درسته؟ بله. در بین انبیا، در بین انبیا کی بالاتره؟ اون کسی که محبت به امیرالمومنین فراوانتر داشته باشد. خدای بیامرزد و رحمت بفرماید و بر درجاتش بیفزاید. استاد ما بزرگوار، ایشون واقعا مشتعل از محبت امیرالمومنین بود، شیدای امیرالمومنین بود. در هر رکوع آخرینش ایشون در نماز جماعت میخواند، در هر رکوعی یک مجتهد فقیه فرهیخته، اللهم زد فی قلبی محبت امیرالمومنین، در هر رکوعی. بعد ایشون به من گفتن در یک مکاشفه ای عیسی رو دیدن، عیسای روح الله، عیسی ابن مریم. به من فرمود آقا سید، خیلی باورت شده که تو خیلی عاشق امیرالمومنینی. منم سید گفتم بله، بله که عاشق جدم امیرالمومنینم، تفاخر کردم، مباهات کردم. گفت آقا سید، تو هرچی میخوای محبت امیرالمومنین داشته باش، اما به من نمیرسی. من در زمین و آسمان کسی سراغ ندارم بعد از معصومین، که حتی در بین انبیا، که به اندازه من محبت و ارادت به علی ابن ابی طالب داشته باشه. چون گفتن عیسی به من گفت. گفتم چطور؟ گفت به جهت شدت محبتی که به امیرالمؤمنین داشتم از ازل، از الست، خدا رتبه منو گذاشت قبل خاتم الانبیا. و مبشرن به رسول یأتی من بعده اسمه احمد صلی الله علیه و آله. مرا چاووش ره خاتم انبیا کردن، من مجدگانی دهنده آمدن خاتم انبیا بودم. چرا من از همه انبیا 124,000 پیغمبر بودن، پیغمبر قبل از پیغمبر اکرم و خاتم من باشم که من بگویم باز کنید راه را چون که نگار می رسد؟ چون هیچ کسی در بین انبیا به درجه من محبت به علی نداشته است. هرچه محبت به امیرالمومنین بیشتر، ایمان بیشتر. امروز کسی مؤمن اوله که محبتش به امام زمان بیشتر. کسی بالاتره که بیشتر از امام زمان صحبت کنه. کسی بالاتره و بهتره که مردم رو به امام زمان بخواند. خلاصه بعد به او گفتم که ببین ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. اگر میخوای از امام زمان صحبت کنی و هیچ صدمه ای نخوری و هیچ ضربه ای بهت نزنند، و نمیشه که. چرا؟ چون صراط مستقیم، صراط مستقیم ولایت امیرالمومنین. خواستی مرد در این راه قدم بزنی و مردم رو به راه علی دعوت کنی، اولین کسی که ریشتو میزنه کیه؟ شیطان. شیطان همه این کسانی که بتونه وسوسه کنه میفرسته سراغ تو تا بزنن، نگذارن تو مردم رو به علی و اولاد علی دعوت کنی. علی زمان، امام زمان، وقتی قرار شد دم از امام زمان بزنی، میبینی دوست با حسادت، با سعایت، با هر چیزی تو رو از پا میندازن، حتی نفست، که نگذاری مردم به امام زمان نزدیک بشی، که نگذارن تو مردم رو به امام زمان نزدیک کنی. ببخشید، پس نشان اولیاء خدا چیست؟ اگه کسی صد کرامت داشت ولی اسم امام زمان رو نمیاره، از امام زمان صحبت نمیکنه، مردم رو به امام زمان نمیخواند، و نمیبینی در درونش، نمیبینی که این خودش هم متوجه باشه. خدای رحمت کند، فقیهی بود بزرگ، به شدت مسلط به ابواب فقهی، اعجوبه‌ای بود در اجتهاد مطلق. او هیچ سخنی نبود، نامشون رو نمیبرم به جهتی. یه مدتی درس خارجیشون به سالها ترک تدریس کرده بود. با یکی از رفقا گفتیم که آقا میخواییم خدمتتون برسیم، یه درس خصوصی برای ما، شما برای ما دوتا شما شروع کنید. ایشون گفت به شرطی که 7 صبح بیاید. گفتیم چشم.
وقتی رفتیم گفت من درس نمیدم، بدون امام حسین همه ی عالم باطله. قبل از این که بخوام من شروع کنم به درس دادن، شما دو نفری درس خارج فقه باید 10 دقیقه برای من روزه بخونید. روزه؟ بله. هر روز بله. روی ساعت باید 10 دقیقه منو بگریونید تا من بعد براتون درس بخونم. چاره نداشتیم دیگه، میخواندیم آقا گریه میکنید. بعد درس میداد، تمام وسائل، تمام مکاسب، تمام رسائل. عجیب مسلط بود. قوغا بود در فقه از تلامذه مرحوم آقای خویی. کتابی هم در امامت داره. زد و یه سفری با ایشون سفری رفتیم. رفتیم و تهران، بعد میخواستیم بریم قم و اصفهان. شب منزل یک کسی از دوستان استراحت کردیم و خوابیدیم. 1 ساعت به اذان صبح بود، من در رخت خواب بودم، توی اتاق خوابیده بودیم، آقا اون طرف خوابیده بود. من خوابم سبکه. دمشون بلند شد و پیر مرد مثلا 65-70 سال اون زمان داشت. رفتن وضو گرفتن، دعا آمدن. ما هم خودمون نزدیم به خواب، این استاد، این پیر مرد فقیه چی کار میکن؟ نماز شبی خوند آقا. چه نماز شبی! ما هم همینطور حسرت زده نیمه از زیر چشم تو تاریکی اتاق دارم نماز شب. چه نماز شب! نماز شبشون که تموم شد، نیم ساعت تو اذان صبح مونده بود. من دمشون نماز وترش تموم شد، دو زانو نشست. شروع کرد پیر مرد 65 ساله 70 ساله محاسن سپید، شروع کرد شعر خوندن نیمه شب با امام زمان، آرام ها زیر لب، نه که بگید صدای بلند، مثل ابر بهار گریه میکرد. اگر از درم در آوی تو چو طالع نکویان، بدهم به مژدگانی سر و جان به مژدگویان. مهدیا ای که پیر دورانی، پیر دوران و چون جوانانی، از جمالت جلال میبارد جلوه تام نور یزدانی. من چه گویم که تو همان باشی، هر چه گویم تو بهتر از آن. آقا غزل میخوان، نه غزلهای صوفیانه یارفان، از فراق امام زمان زار زار گریه میکرد. خدا میدونه مثل مادر جوان از دست داده به خودش میپیشید و چنان مویه میکرد از ته دل. دیدیم نگاه، ما کجاییم، ایشون کجاست، ما چقدر دوریم. اینه وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا. ما کسانی رو میشناختیم از پیرمردهای اهل دل، بعضیشون الان هستن. حرف که میزد با شما، حرف داشت میزد، وسطش میدیدی آه میکشه. آهش حقا به قرآن قسم از فراق امام زمان بود. هر چند نفس آه میکشید هستن. اگه کسی متوجه او باشه همینه. یعقوب خیلی در فراق یوسف گریست و گریه کرد. بنیامین داداش یوسف هم یوسف رو خیلی دوست داشت. وقتی در مصر به هم رسیدن، قبل از اینکه یعقوب بیاد، دو تا برادر که خلوت کردند و اون قصه جامی که گذاشت تو بارش و خلاصه اینجوری نگهش داشت، بعد گفتش که من برادرت هستم، انی انا اخوک فلا تبتئس، ناراحت نباشه، نقشه‌ای رو میخوام پیاده کنیم. شب که تنها شدن، خب بنیامین چند سالی شد، مثلا 30 سال بود برادرش رو ندیده بود، خیلی خوشحال بود. گفت بنیامین بابام چطور؟ گفت کور شد از فراق تو از بسگیر. گفت تو چی؟ گفت من میسوختم از فراق تو یوسف. یوسف گفت که عاشق حق را حقیقت لازم است، از فراق من و دوری من تو هم میسوختی، ناراحت بودی؟ گفت بله. گفت یک سوال بفرمایید. گفت ازدواج کردی؟ گفت بله. گفت عجب، بچه هم داری؟ گفت بله. گفت چطوری تو از فراق من میسوختی و تاب و قرار نداشتی که تونستی بری زن بگیری و چند تا بچه هم داشتی و مشغول زندگی بودی؟ میسوختی و تاب و قرار نداشتی ولی اینکه داشتی زندگی میکردی؟ گفت یوسف خدا میداند من در فراق تو انقدر میسوختم که حاضر به ازدواج نبودم. اطاعت از پدر لازمه. یعقوب پیغمبر پدر ما به من امر کرد که واجب ازدواج کنی. گفت برو ازدواج کن و بچه دار بشو که خداوند دوست دارد که بر روی زمین کسانی باشند، بچه‌ای باشه که لا اله الا الله و کلمه توحید رو بگه. من حال ازدواج نداشتم،
از باب اطاعت پدرمون که پیغمبر خداست و پدر ازدواج کردم، ولی برای اینکه بدانی که من عاشق تو بودم و کشت مرده تو بودم و از فراق تو میسوختم، با خدا عهد کردم هر بچه من که به دنیا آمد اسمی بگذارم که وقتی او رو صدا میزنم به یاد تو باشم. بچه‌م منو از تو غافل نکنه، بچه‌م منو به یاد تو بندازه. بعد شروع کرد اسمای بچه‌هاشو گفتن و همینجور از هر کدام از قصه یوسف یه اسمی گذاشته بود رو بچه‌هاش. اون کسی که اسم بچه‌شو گذاشته عبدالحجه، مرحوم آیت الله عظما حکیم اسمی که از آقازاده‌هاشون گذاشته بودن عبدالصاحب، نوکر امام زمان، که اتفاقا فقیه شد، مجتهد شد، تقریرات منتقل اصول آقای روحانی مربوط بود و به دست صدام شهید شد. عبدالصاحب، عبدالمهدی، مهدیار، یه اسم مثلا بچه‌شو گذاشته چی بگم، مثلا شاهین، مثلا شاه صفت، مثلا یا گفته مثلا اون مرغ شاهینی که بیاد چیز شکار کنه. یه اسم بچه‌شو گذاشته، عرض کردم مهدیار، مهدی، حجت، عبدالحجه، این فرقی داره دیگه. معلوم میشه این تو حال هوای امام زمان بوده. اسم بچه‌شو گذاشته مثلا ملیکا، اسم بچه‌شو گذاشته نرجس، معلوم میشه که یه جوری ربطی داشته. به نیمه شعبان نرسیده، از اول نیمه شعبان تاب و قرار نداره که میلاد امام زمانمون، شهرمون رو چراغان کنیم، خونمون رو یه کاری بکنیم. خب چه خوش بی مهربانی از دو سروی، تو برای ولادت امام زمان خوشحال میشی، هر کاری از دستت برمیاد میکنی، او برای تو کاری نمیکنه. میشه محبت یک طرفی باشه؟ تازه شما عاجزی غیر از اینه مگه؟ خیلی از جوانای هیئتی و مذهبی اون آرزویی که دارن برای نیمه شبان نمیتونن کاری بکنن. یعنی اگه داشت تمام مشهد رو چراغان میکرد، تمام مشهد رو دعوت میکرد، تمام مشهد رو سور میداد برای ولادت امام زمان، درسته؟ رفتن در سامرا یک کیک ساختن، عرض میشود به طول چند کیلومتر. اینجوریه دیگه. ولی امام زمان بخواد برای تو کار بکنه، چیزی کم داره؟ دستش بسته است. یک نگاه حجت ابن الحسن دنیا و آخرتتون رو زیر رو میکنه. خدا میداند دنیا کوچیکتر از اینه که امام زمان بتواند محبتهای شما رو جبران کنه. امام حسین به اون کفشدارشون گفته بودن، فرموده بودن فلانی این بهشت، این قصر بهشتی را در عالم برزخ بهت میدم در عوض یک جفت از کفشایی که دم هیئت من جفت کردی، اما اجر کفش داری تو دنیا و حتی برزخ گنجایشش رو نداره. باشه در بهش من عوضت رو بده. والله یک سلام به حجت ابن الحسن بکنید، صد سلام جواب میشنوید. میدونی چرا؟ چون غریبه. یه روزی از دور و برتون شلوغه، یه روز از شما ثروت دارید، یه روزی از شما آبرو دارید، همه میان از شما سر میزنن، ریاست دارید، قدرتی دارید، منصب، همه میان از شما سر میزنن. ولی اگر یک روزی خدای نکرده یک کسی ورشکسته شد، یک کسی آبروش رفت، یک کسی دیگه هیچی نداشت، اون روز یک رفیقش آمد گفت سلام علیکم چطوری، میگه این تو وقت غربت هم آمده به من سلام میکنه، این برام عزیزه که همه رفتن، همه پشت کردن. خب الان وقت قربت امام زمانی. چرا؟ یک رقاص، یک هنرمند، یک فوتبالیست میبینید در دنیا 5 میلیارد نفر هوادارش، 5 میلیارد نفر طالب امضاشن، عکسش، دوستش دارن فلان. در این دنیا چند نفر مشتری یوسف زهرایی هم؟ همین الان 7 میلیارد و نیم جمعیت. چند نفر او رو میخواهد؟ چند نفر دوستش دارن؟ چند نفر به یادشن؟ اونایی که به یادشن میبینی به یادش نیستن. اون آقا در مسجد جمکران گفتش که امام عصر فرمودن که میبینی این مردم آمدن این مسجد جمکران این همه جمعیت؟ گفت بله آقا، ببینید الحمدلله اینقدر دوستتون دارن. فرموده بود اینایی برای من نیامدن. میگی نه بیا بریم با هم یکی یکی بپرسیم برای چی آمد. بابا جان نمیدونم با امام زمان رو بریم، برای چی آمدی؟ قرض دارم آمدم. گفتم حجت دیدی برای قرضش آمده بود نه برای من. تو چی میخوای اینجوری؟ دیدن در تمام این جمعیت فقط یه جوانیه که رفتن بهش فرمودن که تو برای چی آمدی؟ گفت هیچ. چی میخوای از امام زمان؟ هیچ. ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. آمدم دعا کنم بلکه بیاد آقا.
دیدی تو این جمعیت یه نفر مشتری من. در این دوران غربت اگه سراغش رفتید، اگه در خانش رو زدید، اگر سلام کردید، صد سلام جوابتون رو میده، استقبال میکنه. مخصوصا وقتی پهنه صورتتون خیس باشه از اشک بر مادرش زهرا، چون حساسه به مادرش. شما مادرتون حساس نیستی؟ اصلا ما قابل مقایسه ایم؟ من و احساسم و غیرتم نسبت به مادرم مساوی است، قابل مقایسه است؟ اصلا چه قیاس غلطی، چه حرف بی خودی با حجت ابن حسن، اون هم نسبت به مادرش زهرا. به شدت به مادرشون حساسن، به شدت غیرت دارن نسبت به مادرشون. هیچ جوانی که در آخر الزمان بعد 1400 سال مادرش هرچی در بین اصحاب پیغمبر فرمود ما هذه الغمیزه تو فی حقی، چرا چشم میپوشید و بر من ظلم میکنن؟ در بین 5-6 هزار بلکه 20-30 هزار اصحاب پیغمبر وسط روز روشن مادرش سیدت و نساء العالمین دختر پیغمبر رو لگد کوب کردن، زیر دست و پا انداختن تا خود زدن. 20-30 هزار مرد یه نفر نگفت زن را به پیش چشم شوهر نمیزنن. یک نفر آخر نگفت ای قوم پس این که انسان میزنیدش فاطمه است. داره این جوان بعد از 1400 سال آمده تا میشنوه خودشو میزنه و آمده تا دلش بشکنه و بسوزه. بعد تازه میگه یا رب فرج امام ما را برسان. وجه الله کیست؟ حجت ابن الحسن. هر که به او متوجه تر، هر که بیشتر فدایی او، هر که در راه او بیشتر چوب بخوره، بیشتر فحش بشنوه، بیشتر خدمت کنه، بیشتر دعوت کنه، بیشتر براش دعا کنه، او پیش خدا عزیز و موجه است. اگر میخواید دعاتون مستجاب بشه برای او دعا کنید. اگر میخواهید به خدا نزدیک بشید باید یک کاری کنید، به حجت ابن الحسن نزدیک بشید و رضایت او رو به دست بیارید. حتی جوانها اگر میخواهید به فقرا به ایتام برسید، نه به عنوان نمیدونم این حرفا که حالا بنی نوع ماین، نه، به این عنوان برس که امام من، محبوب من، عزیز خدا، وجه الله، بقیت الله، دوست می‌دارد که به مساکین و فقرا رسیدگی بشود. درد او درد ایتامه، میگه برید به فقرا برسید. به این عنوان که دل تو رو به دست بیارم آقا، میخوام برم دنبال کار یتیمان، میخوام نوکر مردم باشم، میخوام دردی دوا کنم، قرض مردم رو ادا کنم، چون میدانم تو رو خوشحال میکنم. و این شبا التماسش کنید که آقا من بدم، به درد شما نمیخورم، آلودم میدانم، به رخم نکش، من خودم دارم اعتراف میکنم. شما چرا به من میگی آلوده؟ من خودم میگم آلوده ترین بنده درگاه تو هستم. تو در تمام دوران غیبت بنده ای به کثیفی و روسیایی من نداشت، خودم میگم. ولی بی ابتهان مرا به غلامی قبول کن، بگذار که در سایه دیوار تو باشم. شما میدانید کسی به حریم زهرا نزدیک بشه من پارس میکنم، من پاچشو میگیرم، اینجا به دردت میکنم. آقا ما یه قصه ای شنیدیم، از افراد موثق هم شنیدیم، درست حسابی هم شنیدیم. آقای خباز باشی برای ما نقل کرده، گفته خودم با چشمم دیدم، نه کسی داستان. ایشون گفت خودم سحر از حرم امام رضا سالها قبل، سمال 30 سال قبل، اومدم بیرون فلکه امام رضا که هنوز این زیرگذرم را نیفتاده بود، گفتم براتون، دیدم یک سگی، خیلی سگ ضعیف و پیر و فرتود، چنباته زده رو به گنبد وسط میدون فلکه ها، که ماشین میره میاد هر آن ممکنه بره زیر ماشین، حواسش به هیچ جنیس رو به گنبد. من لباس پالتوی خدمت امام رضا تنم میخوب شدم، یعنی چی این وسط چیکار میکنه؟ این ساعت نشستنش جور خاصیه، توجه را انسان رو جلب میکنه. شب دیدم یه عزیزی جوان آمده بالا سر امام رضا، از این صندلیایی که حرم داده، نیمکتای برای کسی که پیر مرد پاش درد میکنه، از این صندلیا گرفته و نشسته بالا سر، لنگش هم انداخته رو پاش. بابا مقابل زریحی، تو اصلا چرا نشستی؟ ما یه پیر مرد، چجوری نشستی اینجا؟ اصلا چرا نشستی؟ بعد اون نیمکت نشسته و پات رو پات انداختی، کجایی؟
اگر خواستی بنشینی دو زانو بنشین، دو تا دستت هم بگذار رو زمین، یه دست تو و کلب هم باستون زراعیه بلوسی. ایشون میگفت توجه هم جلب تو جنش این چیه، همین که به خودم بیان که یعنی چی این سگ اینجا چیکار میکنه، دیدم یه ماشین آخرین سیستم اون زمان کادیلاکی یا بیوکی چیزی ایستاد و یه جوانی راننده است و یه پیرمردی که مشخص پدر این جوانه، دوتایشون اومدن پایین، نه در صندوق عقب، در عقب رو باز کردن، جوان اومد سگ رو بلند کنه، بابای گفت برو کنار خودم برمیدارم، سگ رو بغل کرد گذاشت رو صندلی عقب و در بست، سگ اینا بوده. من اومدم جلو با لباس خدمت، آدم محترم، گفتم آقا سلام علیکم. گفتن سلام علیکم، بفرمایید. پیرمرد گفت بفرمایید. گفتم آقا من خادم امام رضا است، می‌بینی آرم مبارک؟ گفت بله. گفتم من این سوال داشتم، من الان یه چند لحظه میخوب این سگ شده بودم، سگ مال شماست؟ گفت بله. گفتم اینجا چی میکرد؟ شما از کجا آمدید؟ پیرمرد زد زیر گریه، نگاهی به گنبد گفت چه می‌داری آقا، از کرم این آقایی که تو خادمیش. با یه حالت زاری و پشیمانی گریه میکرد. گفتم چطور چی شده؟ گفت این سگ سگ باغ ما بوده، طرف های ترقبه و شاندیزینا ما یه باغی داریم، سالها این سگ نگهبان باغمون بوده، چندی بود که این پیر شده بود و فرطور همین که میبینی وضعی افتاده بود، نه به درد نگهبانی میخورد، برای ما زحمت داشت، فقط گوش برای چور کنه استخون چیزی، سربار ما بود. من چند روز پیش به پسرم گفتم با این سگ دیگه به درد ما نمیخوره، اینو برش دار بر توی بیابونی ولش کن. پسرم هم رفته انجام داد. الان که ما خونه خواب بودیم، من امام رضا رو خواب دیده. اگه سگ باشم خب، ولی به امام رضا بگم یا ابل حسن، امام رضا سفارش من سگم سگ رو به صاحبم خواهد کرد. یا امام رضا امشب سفارش منو به آقازادت بکن که صاحب من. الان امام رضا رو خواب دیده، امام رضا تو خواب، عمری امام رضا رو خواب ندیدم، حالا بخاطر یک سگ خواب میبینم امام رضا رو. امام رضا به من فرمودن خجالت نمیکشی، این سگ عمری در باغ تو و در خانه تو بوده، پیر شده، حالا که پیر شده انداختش بیرون، بلند شو سگت آمده به من ملتجی شده دم فلکه آب، بلند شو برو جمعش کن بهش برس. از این به بعد من به فرمان امام رضا برم سگه رو میبرم که من خدمتش بکنه. شمشم امام رضا سفارش ما رو به صاحبمون بکنن به حجت ابن الحسن. بله میشه. چطور میشه؟ اسم زهرا رو بیاریم، همه ائمه متوجه مجلس میشن. یا اهل بیت النبوه، من روزه مادرتون زهرا رو خوام بخونم. دوست ندارید روزه مادرتون رو بشنوید؟ یا رب به حق زهرا، به حقیقت زهرا، به مظلومیت زهرا، به قربت زهرا، در شهری که یهودیانش در امان بودن، بابا من در خانه خودم امان ندارم. بابا ببین قربت منو نذاشتن تو شهر تو بر تو گریه کنم، گفتن یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. من از شهر میرفتم بیرون تو خرابه های قبرستان بقی مینشستم گریه میکردم. بابا ببین من به چه قربتی افتادم، شوهرم به چه قربتی افتاد که گفتا شنیدم که سلامت نمی کنن، گفتا مگو جواب سلامم نمیدن. خدایا به اسمت زهرا، به علی گفتن زهرا، به قربت زهرا، به مظلومیت و معصومیت زهرا، فرج امام زمان ما را و تعجیل در فرج را مقدر بفرما. به حقیقت زهرا موانع ظهور امام زمان را برطرف بفرما. دشمنان امام زمان را به جان هم بینداز و شیعه مرتضی علی این وسط بتونه نفسی بکشه که نه با نفسش بره به راحت زندگی کنه، با نفسش بسوزه و بگه اللهم اجل لولی کل فرج، اجل لولی کل فرج، اجل لولی کل فرج. غم مخور یا فاطمه، آقای کافی رو شریک کنیم. ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد.